و بیشتر از سنش تجربه به دست آورده در کار موزیک، در کار خوانندگی، در کار نوشتن، در کار آهنگسازی، همه کارش خوش انجام میده. ولی من یه سیر مخواست کنم به چیزایی که نگاه کردم، آهنگات نگاه کردم، میوزیک ویدیوهات که یه دونه رو خواهیم دید به اسم بیبی جون نگاه خواهیم کرد. اسمای آهنگ تو همه یه جورایی چیز تم فارسی توش داره، ولی خودی که میخونی به زبان فارسی نیستش. جالبه که اینو نودس کردی. همه آرتیستا یه ترید مارکی دارن، یعنی یک چیزی هست که میبینی، یه سمبولی، یعنی یه چیزی هست که میدونی این اکشنی مشخصه برای اون آرتیست. مثلا میگه مثلا مور راک، یه دونه مور راک داریم. بله مرسی. و کاری که من دارم میکنم هم با این آلبوم هم با بیشتر آهنگام اینه که دوست دارم کلمه های فارسی رو به ملت امریکا اینترودوس کنم. یعنی با این آهنگ مثل که الان میخوایم پخش کنیم، اسمش کردم بیبی جون، اما یه جوری شعر رو نوشتم که اگه خارجی تو اروپا تو امریکا گوش کنه که فارسی نمیدونه و نمیفهمه، یه جوری شعر رو نوشتم راجع به یک دختری که توی ماه جون میتش کردم. و با یه دختر خانمی در ماه جون آشنا بله، شدی؟ بله درسته. که گذاشتی بیبی جون. بیبی جون چطور اسپل میکنی؟ بیبی که بیبی جون و جی و ان ای جون و جی و ان ای اسپل میکنم. اما اگه ایرانی گوش کنه که یه جوری تو سنش تو مغزش این چیزی دیگه فکر میکنه، یعنی دابل مینینگ داره آهنگه و همه شعران بیشترشون دابل مینینگ داره. خب برگرد هم میشه یه مقدار بیشتر که رفتی جلوتر اسم منم استفاده کنی؟ یک دو بار شاید ممکنه اول یا آخر آهنگ بذاریم اسمون، چرا که نه. حالا خب خیلی خوب جواب هم گرفتم. نگاه میکنیم به بیبی جون، میوزیک ویدیوی موراک، با ما باشین. Yeah.
من که لذت بردم، خیلی خیلی عالی بود. به تبریک میگم، خیلی خوب تهیه شده بود. بیبی جون خیلی خوب بود. You look really good. بکنم موزیکتم خیلی خوب بود، پاپ میوزیک من دوست دارم. سالها پیش، شاید 10-15 سال پیش که رپ میوزیک خیلی بزرگ بود در امریکا، تازه شروع شده بود، وقتی بچه ایرانی میگفتم من میخوام رپ میوزیک بخونم اصلا باور نمیکردم. البته الان خیلی آرتیست ایرانی خیلی خوبه که رپ میخونم، ولی من خودم واقعا به پاپ میوزیک، ما بچه قدیمی هستیم، به پاپ میوزیک علاقه داریم و خیلی خوشحالم که تو که انقدر جوان هستی واقعا پاپ میوزیک انتخاب کردی. شعرشو میتونی یه ذره کوچولو برای ما بگی، اون جایی که ما بیشتر متوجه میشیم؟ اونجا که بیشتر متوجه بشی فکر کنم یک لاینی تو هوک باشه تو کورس آهنگ که میگم We'll be making love ماها با هم بیبی جون. یعنی قسمت اولش خود ریدی داره، اما قسمت دومش دیگه ماها با هم بیبی جون دیگه مشخصه برای خودش. خب همینجا کافیه، من که برداشت نمیتونم براتون ترجمه کنم، بعد از شاید تلفن بزنی بهتون بگم. خب ایمیل هم خود به توضیح میدم. بسیار خیلی خوب بود، این من خوش آمد از طوری که تهیه شده بود. بله. در لس آنجلس تهیه شده بود؟ لس آنجلس بود، تو خیابان لس آنجلس با سیتی لس آنجلس در تماس بودیم، یه پرمیت گرفتیم که قشنگ اون قسمت ها رو ببندن برای فوتوشوت ما. و خیلی چقدر طول کشید؟ فوتوشوت دو روز طول کشید، دو روز طول کشید. یه روز فقط برای اینکه اون شات های بیرون رو انجام بدیم که باید کون میذاشتیم اونجا، خیلی طولانی بود. کل اون 4-5 ساعت طول کشید که اون اولین 30 ثانیه رو بتونیم اصلا ستاپ کنیم که شوت کنیم. اون وقت روز دومم 12-13 hours طول کشید، یعنی خیلی طولانیه. 12-13 ساعت طول کشید. خب خیلی خودم همینطور خواهد بود. همین دیگه. شوت کردن هی بعد بگیرین کات اگین دو ایت اگین. همین ادامه بعد بدین. حالا بگم هابی چی هست؟ به غیر از کار موزیک و درس یک سرگرمی چی هستش؟ سرگرمی والله ما از اون کسایی که هستیم که همیشه باید یه کاری بکنیم، یعنی بنابید. دوست نداریم همش بشینیم خونه هیچ کاری نکنیم. بهمون نمیچسبه. چه میخونه تپش نگاه میکنه صد در صد تپش بله. اونه که آف کورس. و یک چیزی همیشه داشتم از بچگی تو دلم تو مغزم و یادم نیست دقیقاً از کجا اومده تو دلم از تو مغزم، ولی همیشه تو دلم بود. یه فلسفیه، این فلسفی هم هستش، اگه یک زندگی بکنی که برای کسای دیگه نباشه. آها، برای کلا، یعنی یک زندگی بله یک خود زندگی کن. نه اون نه، یعنی یک زندگی بکنی که فقط برای خودت باشه، یعنی خوب نیست. یعنی اگه یک زندگی به نظر من، حالا همه میتونن تو چیز خودشون باشن، ولی به نظر من یک زندگی آدم باید بکنه که برای مردم های دیگه باشه، یعنی همه رو کمک کنه، مفید باشی برای جامعه خودت. درسته. و من تو فری تایم هم به خاطر این فلسفی که دارم میرم توی یه کامیونیتی سنتر توی سیتی هم غیر انتفاعی انجام میدی. کامیونیتی سرویس حالا میتونی بگی کامیونیتی سرویس، اما یک کلاس هست که بچه های جوون که مادر پدر ندارن که اورفنن میان اونجا هفته یه بار، و منم با چند تا دوستام هر هفته میرم اونجا، هر جوری که میتونیم کمک میتونیم. مثلا یکی یه گیتار میاره، یکی درام ستشو میاره. وقت خوبی باشو میگذاره، وقت خوبی لذت میبره. دست کمی سرویس. بله. این کشور امریکا میدونه آقای موراک که یکی از بزرگترین کشورهای دنیاست که مردم کارهای رایگان بسیار زیاد انجام. بله بله. کمیونیتی سرویس این کارها رو مردم هر همه دوست دارن انجام بدن. من خودم با اینکه اینجا به کارهای زیادی مجبوریم هر روز انجام بدیم برای زندگی کردن، کارهای غیر انتفاعی هم خیلی زیادن. بله خیلی خوبه. درست. خب پس گفتی که وقت تو به این صورت می‌ذارنی به آهنگای آرتیست‌های دیگه هم که گفتی مثل مایکل جکسون گوش می‌کنی. مایکل جکسون گوش می‌کنیم. ببین آیا آیپاد ما رو می‌بینید که ما از مایکل جکسون داریم تا بیتهوون داریم تا حتی بیژن مرتضوی. بیژن مرتضوی. یعنی همه چی رو ما گوش می‌کنیم. خیلی واقعا عالی، هم هنرمند واقعا با اون ویارون سهرامیز خودش، با اون صدای عالی که واقعا سالن‌ها رو پر می‌کنه. من رفتم در یونیورسال امپی‌تئاتر، گیبسون امپی‌تئاتر، اون که اسم گیتار خیلی معروف گیبسون هستش، روی اون تاج گذاشتن. همه هم پر بود، پر بود، عالی بود، برنامه عالی بود. و اونجا هم یه روز تو رو در گیبسون ببینیم اگه مهمون